مراسم کوزه شکستن یکی از اون مراسم هاییست که من شخصا خیلی خودم دوست دارم که این مراسم رو انجام بدیم. هر کسی هر مشکلی داره گوشه چارقتش یا گوشه دستمالی گره میزنن و اینو میندازن توی کوزه و این کوزه رو از بلندی توسط یک دختر یا پسر نابالغ که سنش پایین باشه از بلندی پرت میکنن توی خیابون، منزل کسی نمیشه پرت کرد و رهگذرهایی که رد میشن از اون قسمت این گره ها رو باز میکنن و نیت کسانی نیست که این گره رو زدن این که بعد از این شادی به خونشون بیاد، خوشحالی بیاد و مشکلات زندگیشون در این روز آخر سال برطرف بشه. خیلی خیلی خوش آمدی، اولین کسی هستی که به محفل چهارشنبه سوری ما آمدی. در هر صورت خیلی خوش آمد بهت میگم. مرسی، خیلی ممنون نوشا جون که زحمت کشیدی و امشب مراسم چهارشنبه سوری رو شما تدارک دیدین. حالا ایشالله بقیه هم که بیان قطعا خیلی خوش میگذره و فکر میکنم که این مراسمی که شما گرفتین در واقع یه یاداوری دارید میکنید به همه ما که حواسمون جمع باشه چهارشنبه سوری یعنی چی؟ بله بله، دلم میخواد که از خاطرات خوب چهارشنبه سوری چیزی یادت هست؟ فکر میکنی چیزی خاطرات خوبی داشته باشی که بشنویم امشب چون شب شب خاطراته؟ آره، چهارشنبه سوری پارسالو که یادمه، اولا که خیلی خوش گذشت، جای شما سبز و ضمن اینکه با دوستایی که بودیم برنامه‌ای که داشتیم بچه های سری رفته بودن به قاشق زنی و چقدر خوراکی های خوشمزه گرفته بودن و چقدر خاطره جالبی بود از قاشق زنی چهارشنبه سوری پارسال. حالا امشب هم حتما بعد از اینکه بچه ها اومدن بله برای قاشق زنی هم باید یه چند نفری رو بفرستیم دیگه. حتما این کار رو خواهیم کرد به خاطری که امشب چهارشنبه سوری شبی است که تمام دوستان دور هم جمع میشن، فامیلی بیشتر دور هم جمع میشن، از خاطراتشون صحبت میکنن، از گذشته هاشون صحبت میکنن و بسیار شب خاطر انگیزی برای تمام ایرانیانی که یه همچین مراسمی رو دوست دارن. بله درست، مهمونا اومدن. سلام 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 شما، خیلی خوشم از دیدنت. گل من بفرمایید. سلام عزیزم، چطوری نزدید؟ بفرمایید. این چیه با خودت آوردی؟ آوردم بریم قابلمه زنی، بچه که بودیم قاشق زنی، حالا قابلمه زنی. بنزه قد قابلمه تو گنده کردی. بفرمایید، خیلی خوش آمدید. سلام فرید. سلام رادیو خانم، حال شما؟ مرسی. سلام آقا کامران، حال شما؟ قربون شما بفرمایید. قربون شما برم من با قابلمه گنده. بله بله، اول یه شیرینی هم بدید. سال سالو برداری بخورید، ان شاء الله تا آخر سال عمر دهن مو شیرین باشه. خیلی خوش اومدین، خیلی خوب کاری کردین. الان بچه‌ها بقیه دوستان همه میان، میرسین اول شیرینی امضا رو از مادرزن دریافت کردی. اولی شیرینی که ایشونه که خب شیرینی زندگیه ولی شیرینی شکمیه. بله، اولین چهارشنبه سوری من با شما، ولی خیلی دیگه تعریف شدیم چه غذاهایی. واقعا نوشا جون سه روزه که در تهیه تدارک امشب هستن. فکر کنم امشب دیگه یکی از بهترین چهارشنبه سوری هاست که ما داریم. سبزی پلو ماهی درست کردم، کلی تهیه دیدم براتون. انشالله که شب با هم حال بکنیم، خاطراتمون رو تعریف بکنیم، چون خاطرات چهارشنبه سوری یکی از قشنگترین خاطراتیه که در زندگی هر انسانی وجود داره. هر بچه ها مخصوصا دوست دارن که ببینن، گوش کنن، داشته باشن این چیزا رو. خسته نباشین مادر، این زحمتی که شما هر سال برنامه کشین. قربونت برم، ان شاءالله که شماها حالتون خوب باشه، زنده باشین، دور هم دیگه جمع باشیم، چون دوستی خیلی مهمه. قابلمه چقدر بزرگه، از این بزرگتر دیگه نداشتی بیاری؟ نوشا جون آخه زنگ گرفتم، خرجیم زیاد شده، باید بریم در همسایه‌ها اینو پر کنن دیگه. شما خودتون فرمودین که باید محصول سالو میگیرم میریزم. بله درسته، بدنم بادم جون، لپه، برنج، لوبیا، برنج، همه چی. مجبور شدم که قابلمه گنده بگیرم که تا سال دیگه دووم بیاریم بتونیم بیایم تا اینجا. کامران جان در واقع اگه غذای سالتو میخوای تهیه بکنی که این دیگه خیلی کوچیکه که باید یه یعنی سخت تو از این دیگه میابردی. نه شما برای مصرف یا ایشون خیلی میخورن.
ما ماشین انقدر میخوریم، حالا زنگ گرفتیم مجبور شدیم قابلمه همونو گنده کنیم. نمیتونه خودش رو کنترل کنه ندیجه. خیلی شوهری که تو داری یه جا به درد میخوریم. تنها ژاپنی ایرونی که دیده در بیدن رو در باز کنه. تنها ژاپنی ایرونی که دیده. قربان تو برم، بفرمایی. خیلی خوش آمدید. سلام پرستی جان. خوبی؟ خوبم. شما چطورین؟ چیکارو میکنین؟ تو خوبی؟ مرسی خوبم. خیلی وقت ندیدمه. آره خیلی وقت ندیدیم هم دیگر. مگه همین مراسم ما باشه ما دوره هم جمع بشیم هم دیگر رو ببینیم؟ خب دیگه نوشا جون زحمت کشیدن امشب همه ما رو جمع کردن که ما حسابی بتونیم صفا کنیم خونه شب چهارشنبه سوری. همه این چیه؟ تو نمیری عجب غلطی کردیم این قابل من رو آوردیم. ما توشه یه ساله قبلا توضیح دادم ولی دیگه بعد مثل که بنویسم چون هر مهمونی که میاد باید هی توضیح داد. این قابلمه یه مال اینه که آذوقه سالمون رو ما تازه ازدواج کردیم جمع کنم بذارم توش. که تازه ازدواج کردیم که میدونی که دعوت شدی؟ میریم در همسایه ها. شما هم میخندی؟ در همسایه ها مواد غذایی رو میریزیم این تو برای سالمون. البته یه سنتیه مادرزن بهتر میدونن شدیم برای بجون با این حساب با همه این نخود لوبیایی که شوهرتو جمع کرده من فکر میکنم تا آخر سال همش خونه تو باید آش بخوریم. آخر سال؟ شما با این اشتهایی که دارین همین امشب اینو تموم کنید. بس دیگه خواستم. اینو داری میخندی خب بابا ادامه چرا خصیصی میکنی؟ خب آقای محترم همین کارا رو کردین که خانمتون اینجوری استخونی موندن. در عوض شوهر من همیشه به من میرسه. ولی خب ما فریبا خانمو داریم دیگه واسه همون کافی. بچه حالا که دور هم جمعیم من برم کوزه رو بیارم که هر کسی نیتی داره گره میزنه میندازه توی کوزه این پارچه رو و هممون انشالله که سال آینده سال خوبی رو داشته باشیم و هر مشکلی که در سال گذشته داشتیم کنار بذاریم و به روی باز به سوی آینده زندگی رو شروع کنیم.